اندرو دوفرین، نایب رئیس بانک معتبر، به اتهام قتل همسر و معشوقش علی‌رغم تلاشش برای اثبات بیگناهیش مجرم شناخته و به خاطر دو قتل محکوم به حبس ابد در زندان شاوشنگ میشه. او که فرد متشخص و دارای شأن اجتماعی است، ناگهان وارد فضایی میشه که هیچ تناسبی با اون نداره. زندانبانهایی که اونا رو کاملا عریان میکنن و با پاشیدن آب داغ و در نهایت پودر شپشکش تحقیر میکنن. مجرمان جدیدی که در همون شب اول ورود به خاطر حمله عصبی و گریه همه خودشو خیس میکنن، اما از سلول اندی حتی یک کلمه صدا بیرون نمیاد. رد مردی آروم و صبور، تنها کسی که بالاخره اندی بعد از مدت‌ها چند کلمه‌ای باهاش صحبت می‌کنه. از اونجایی که رد مشهود به اینه که می‌تونه هر چیزی رو تو زندان فراهم کنه، اندی ازش یه چکش کوچیک مخصوص شکستن سنگ‌های کوچیک می‌خواد. رد اولش فکر می‌کنه اندی اونو برای فرار سفارش میده، اما وقتی چکش به دستش میرسه و اندازه اونو می‌بینه به شوخی میگه با این چکش 600 سال طول می‌کشه تا کسی بتونه تونل برای فرار حفر کنه. اندی یه پوستر بزرگ از یه بازیگر مشهور هالیوودی هم از رد میخواد تا به دیوار اتاقش بچسبونه. خلاصه اونا با هم رفیق میشن و رد اندی رو تو گروه خودشون جا میده. یه روز اندی، رد و دوستاش برای تعمیر پشت بام زندان داوطلب میشن. در حالی که مشغول قیر ریختن هستن، صدای افسر نگهبان بد اخلاق رو میشنون که با بقیه نگهبانا در مورد ارسی که بهش رسیده صحبت میکنه. ارسی که به خاطر مالیات چیز زیادی ازش نمیمونه. اندی به سمت اونا میره، در حالی که دوستاش به خاطر سابقه خشونت و توحش افسر نگهبان میترسن و بهش هشدار میدن. اما لحظه ای که افسر میخواد به خاطر جسارت اندی اون از پشت بام به پایین هلش بده، اندی راهکار مالی برای حفظ تمام مبلغ ارسیه رو بهش میده و در عوض تنظیم فرم‌ها و بقیه کارهای ارسیه برای دوستاش نفری سه نوشیدنی خنک در هر روز کاری روی پشت بوم میخواد. میتونید اینطور فکر کنید که این کارو برای جلب نظر نگهبونا کرد و یا شاید برای پیدا کردن چند تا رفیق تو زندون. اما رد معتقده که اندی این کارو کرد تا برای مدت کوتاهی هم که شده احساس کنه یه مرد آزاده. اندی در کتابخانه زندان مشغول به کار میشه و 6 سال متوالی برای مقامات نامه می‌نویسه تا بودجه ثابتی رو برای توسعه و تجهیز کتابخونه بگیره که موفق هم میشه. اون به زندانیان زیادی کمک میکنه تا درس بخونن و دیپلم بگیرن. بعد از قضیه ارسی افسر نگهبان، نگهبانان و مسئولین زندان در امور مالی و سرمایه‌گذاری ازش مشاوره میگیرن. اندی به فرد محبوب بین زندانیا و نگهبانا تبدیل میشه. رئیس زندان هم برای پولشویی پولهایی که از پروژه‌های زندان بالا می‌کشه توسط اندی به اسم یه فرد خیالی می‌سازه و به اون حساب‌ها منتقل می‌کنه. بعد از اینکه اندی از یک انفرادی 2 هفته بیرون میاد، با رد در مورد امید صحبت می‌کنه. تو این دنیا جاهایی هست که بدون حساره. درونش چیزیه که مال توه و کسی نمیتونه بهش دست بزنه. اون امیده. رد که سالهای بیشتری در زندان بوده معتقده که امید خطرناکه. امید در زندان میتونه یه مرد رو دیوونه کنه. بهتره بهش عادت کنی. سالها همینطور میگذره تا اینکه زندونی جوانی به شاوشنگ منتقل میشه. تام به خاطر روحیه خاص و پرحرفی که داره با اندی و رفقاش رابطه خوبی برقرار میکنه. اون از اندی میخواد تا برای ادامه تحصیل بهش کمک کنه. یه روز وقتی تام متوجه دلیل محکومیت اندی میشه، خاطره همسلولیش در زندان قبلی رو به یاد میاره و برای رفقاش تعریف میکنه که اون زندانی سالها قبل یه مرد زنی که باهاش خوابیده بوده رو به قتل رسونده و اون زن همسر یک بانکدار جوونی بوده که بعداً همسرش بیگناه متهم به قتل روانه زندان میشه. اندی ماجرا رو برای رئیس زندان تعریف میکنه و ازش کمک میخواد تا بتونه دوباره پرونده خودش رو به جریان بیاندازه. اما رئیس که پول خوبی از پولشویی‌های اندی به جیب زده و از طرف نگران اینه که با آزادی اندی کارهای غیرقانونی اونم ممکنه لو بره، با بهانه‌های مختلف اونو رد میکنه. او تنها شاهد ماجرا، یعنی تام رو مخفیانه تو حیات زندان به قتل میرسونه تا اندی برای همیشه تو زندان موندگار بشه. اندی دیگه با رئیس همکاری نمیکنه و برای 2 ماه به انفرادی محکوم میشه. بعد از بیرون اومدن از انفرادی، اندی در حالی که خنده تلخ رو لباشه، با رد در مورد یه جزیره دور افتاده به اسم زواتان او صحبت میکنه. مکانی گرم و بدون خاطره. از آرزوش برای ساختن یک هتل در ساحل همونجا و خریدن یک قایق قدیمی میگه. رد که متعجب شده بهش میگه که نباید خیال بافی کنه. اندی از جا بلند میشه و میگه حق با توه. برای زندگی تلاش کن و یا به پیشواز مرگ برو. رد که نگران اندی شده، این احتمال رو میده که اون به خودکشی فکر میکنه و وقتی با بقیه رفقاش در این مورد صحبت میکنه و یکی از اونا میگه اندی امروز از من یه تیکه تناب خواست، بیشتر نگران میشه و شب رو با نگرانی سر میکنه. فردا صبح وقتی زندانبانها برای سرشماری صبحگاهی میان، سلول خالی اندی رو میبینن و از رد بازجویی میکنن. اون در حالی که خودش هم متحیره، چیزی برای گفتن نداره.
وقتی رئیس زندان با عصبانیت چند تا از مهره‌های شطرنج که اندی با سنگ تراشیده بود رو به در و دیوار میکوبه، ناگهان متوجه میشه که پشت پوستر خالی است. بله، یک تونل. یک تونل که اندی اونو با همون چکش کوچک طی 20 سال گذشته با صبر و حوصله حفر کرده. از همون تونل وارد کانال فاضلاب زندان شده و 500 متر رو لابلای فاضلاب سینه خیز رفته و موفق شده فرار کنه. او تمامی مدارک پولشویی و فرد خیالی که پولهای رئیس زندان به حسابش ریخته شده رو با خودش میبره. به چندین شعبه مختلف بانک میره و با مدارکی که داره خودش رو اون فرد صاحب حساب معرفی میکنه و تمامی پول سالها دزدی رئیس زندان رو برداشت میکنه و به راحتی از کشور خارج میشه. اون عقیده داره که این پول غرامت سالها بیگناه به زندان افتادن اونه که الان برای باقی زندگیش نصیبش شده. اندی قبل رفتن مدارک کلاهبرداری های رئیس زندان رو هم به یکی از روزنامه های بزرگ میفرسته. رئیس زندان تو دفترش انجیل اندی رو که همیشه با خودش داشت رو پیدا میکنه و متوجه میشه اندی تمام این سالها چکشش رو داخل انجیل مخفی کرده و توش نوشته: جناب رئیس، حق با شماست. رهایی داخل این کتابه. حرفی که روز اول ورود اندی رئیس زندان به او گفته بود. نیروهای پلیس برای بازداشت رئیس زندان میان و اون با شلیک گلوله خودکشی میکنه. مدتی بعد رید با آزادی مشروط از زندان بیرون میاد و طبق قراری که با اندی گذاشته بود به چمنزاری میره و اونجا زیر سنگ سیاه نامه ای از اندی پیدا میکنه که اشاره کرده او به همون جزیره که آرزوش رو داشت رفته. اون توی نامش میگه: امید چیز خوبیه، شاید هم بهترین چیزها، و چیز خوب هیچ وقت از بین نمیره. رید با پولی که اندی داخل پاکت نامه براش گذاشته بود به اون جزیره سفر میکنه و اندی رو خوشحال و سرحال روی قایق قدیمیش میبینه و فیلم به پایان میرسه. با اینکه فیلم رستگاری در شاوشنگ هیچ جایزه اسکاری نبرده، اما بالاترین امتیاز رو از سمت مردم در وبسایت IMDb به دست آورده و تقریبا هر بیننده‌ای رو مجذوب خودش میکنه. بسیاری از مجلات و سایت‌های حوزه سینمایی این فیلم رو بهترین تاریخ سینما میدونن. این فیلم در قهر ناامیدی به شما امید میبخشه. رستگاری در شاوشنگ تمثیلی برای حفظ احساس، عزت نفس و آزادی در وضعیت خالی از امیده. شرافت اندی دوفرین درون‌مایه‌ای مهمی در داستانه، به ویژه در زندان که شرافت نایابه. فیلم تصویر فوق‌العاده از این که چگونه شخصیت‌ها میتونن بسته به نگرششون به زندگی حتی در زندان آزاد باشن یا که در آزادی آزاد نباشن ارائه میده. این فیلم رو با دوبله فارسی تو کانال تلگرامم میذارم و پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنید. در ضمن ممنون میشم اگه یه لایک هم به ویدیومون بزنید. وقتتون بخیر.